بعدی به بریم مدیار چی رو ببینیم تهرانه یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه تحریک روح تا تو آشغال دونی میفهمی تو هم آدم نیستی یا آشغال بود اینجا همه گرگه میخوای باشی مثل بره بزن چشو گوشه تو من واکنم یه ذره اینجا تهران لعنتی شوخی نیستش خبری از گل و بستنی چوبی نیستش اینجا چنگل بخور تو خورده نشی اینجا نصف اخته یا نصف هشی اختلاف طبقاتی چه که تو میخوای در مورد تهران بسازی تصاویر حقیقی نیست یا داستانهایی نیست که واقعا از دل این جامعه و از دل این شهر درندش گرفته بشه بیشتر یه جور فیلمای کاملا بوتیکواریه که انگار همیشه از تهران داریم تو فیلمامون ارائه میدیم به نظرم تصویر غلطیه و تصمیم گرفته بودم که اولین فیلمم به نام 60 ثانیه درباره ما که فیلم بدون دیالوگ بود در تهران بسازم دو سال رفتم دنبال مجوز چون صحنای خیلی سنگینی داشتم که تو اتوبان‌ها فیلم برداری بکنم مجوز بهم ندادن و تصمیم گرفتم به شکل زیرزمینی همین 60 ثانیه رو بسازم با یه پروداکشن خیلی کوچیک‌تر خدا باشو من چند سالی با درد کنم خدا باشو باشو دیدشون ناراحت از کارم کجاهاشو دیدی تازه اول کارم خدا باشو من یه آشغالم با درد کنم خدا باشو من چند سالی با درد کنم خدا باشو باشو دیدشون ناراحت از کارم کجاهاشو تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشغالم با درف دارم نمکی با چرخش کناره یه بنزه کل و چرخش با هم کرایه یه بنزه من و تو اون بودیم از یه قطره حالا ببین فاصله ما چقدره دلیل چرخش زمین نیست جاذبه پوله که زمینو میچرخونه جالبه این روزا اول پوله بعد خدا همه رکت تر با کت خدا بچه میخواد با یتیمی بازی کنه بابا نمیذاره یتیم لباس کثیفه چون که فقط یکی داره آگاهیم از این بلایا حتی فرشته هم نمیاد این برا تا نشین فنا با همین بلایا اما کمک نخواستیم اش بریز کافی همین برا ما آدم مریض حرفامو درد کرد تموم نکردم حرفامو خدا پاشو من چند سالی با درد کنم خدا پاشو پاشو دیدشون ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشغالم با درد کنم خدا پاشو من چند سالی با درد کنم خدا پاشو پاشو دیدشون ناراحت از کارم کجا هاشو دیدی تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشغالم با درد کنم تا حالا شده عاشق دختر بشی میخوام حرف بزنم رکتر بشی پیش خودت میگی این عشق تاریخی اما دافه با یه بچه مایه دار خواب دیدی همه آدم ها تو فیلم واقعی هست و همه یه لوکه هیچی دستکاری نشده و نه من همه عوامل فیلم که میرفتیم تو لوکیشن ها بودم اینجا تهران نه تو اینجوریه اینا برای همه تازگی داشت و این روز به روز حال من و سر فیلم برداری خوب میکرد از هیچی چیز کوچولی ساخته شد این منو خوشحال کرده و میکنه بات بیا جون کجا من ها ببین نه بیا اینجا بیا اینجا ماشین اینجوری کن ماشین یه دست به نسکی دو بیت ماشین نه چای کفاف تی چوب آخار مادر ای خدا همه دیگه نه ده به خدا نه چرا به خاطر اینکه خودم باشه تا درون نکردم از بیرون بهش وارد میشم از درون نمیاد میسپارم به کارگردان که پوستشو درست کنه وقتی توش یکی نشی ترس داری از عاقبت ولی امیدوارم که اون چیزی که از بیرون هدایت میشه اون درست میشه حالا چون طعم دکوپاجش خیلی فرق داره با دکوپاجهای حالا کلاسیک نوعی تر اینا باید بس میدونی چه اتفاقی میفته ترسم که بازیگر از نابازیگر متمرد شده باشه چایی نه نف اخوار مادر چایی نف نه بود پود رخشویی از لباس میشوره اونا برنگ آقا بشین بریم درار ریچار بشین چی گفتی؟ وسط؟ نگار وسط؟ توی را راحت من آخر آباری کلا کجا بودی؟ تهران؟ کجا؟ لندن؟ چرا چلو کندن؟ ها؟ آره؟ بفتی رفتی؟ رفت؟ با؟ رفتی؟ با؟ باز میگه؟ هر کی میگه؟ با؟ باز چی؟ ها؟ باز که دیگه اونو برمان یک کار خطران کنیم میکنیم باز خود لندن انگلیس یه چیزایی میگفت میخوام اون کارا بکنه در زندون دوباره کار دست ما نمیدی ها؟
چی مابوچه؟ نسبت فامیلی داری؟ نسبت فامیلی داری من دیگه؟ نه دوستی. آره؟ آره چون دستی کلا کلا سر بجلو بابا بشین جلو. آقا مانی جور شد یا نه؟ سعی کردیم از هیچ ترفند سینمایی استفاده نکنیم و هر اون چیزی که چشم میبینه رو بهش پایبند بشیم، بنابراین ایجاب میکرد که گاهی موتور، گاهی دوربین روی موتور سوار بشه. من به اتفاق آقای کیایی صدا بردار به هر حال این کارو میکردیم، روی موتور به هر حال میرفتیم که پایبند بشیم باز به همون استناد گونه‌ای که باید حفظ میکردیم فضای فیلمو. میگم به هر حال قرار شده بود از ترفندهای سینمایی پرهیز کنیم و هر اون چیزی که چشم میبینه رو ما بتونیم ثبت کنیم. ببین چی میگی؟ چی میگی؟ این آسون ترین فیلمی که ساختم این بود. کل جلسات فیلم برداری که ما داشتیم 17 جلسه داشتیم، خیلی حال کردیم. یه تیم خیلی کوچیک، بیشتر روزا با موتورسیکلت این برمان میرفتیم، دو تا سه تا ماشین بیشتر نداشتیم، یه جور پیکنیک بود واقعا. و رنجی که تو فیلم های دیگه هم کشیده بودم این واقعا یک بیستومش هم نبود. لذت بردم با اینکه برام سختی کشیدم به خاطر نگرانی از این که الان مجوز نداشتم، نکنه بیان بگیرن، نکنه فلان بکنن، نکنه اینا یه ذره نروس هم کرد و ولی خیلی خوب بود. اون تیکه که دور میزنه از اقام اینجا همیه ما بپاشتن، ما الان داریم یه سفلانجی میگیم نزدیکی به اونجا که داره به تو میگه برو خواهد میره بیرون موتور ماشین پاشی میره و تو میگه اونجا پلانشون میکنی، پس این پلان رو میذاریم برای یه جایی دیگه داشته باشیم. پلان تو ایشون از کات خارج میشه، شما اون بغلی آقای چیز پلان تو رو که اعلام کرد شما میره اون بغل، یعنی میاد بغل میله ها، دوربین میره این میاد تو کات 15 ثانیه بعد که تو آینه نگاه کردی پلان تو شروع کنی. 3 2 1 حرکت. آقای قبادی از یک ذهن ویژه‌ای برخورداره، یعنی در آن واحد چند تصویر رو میبینه. خب یه کارگردانی که یه تصویر رو میبینه اون هم به زور، خیلی کارگردان باش راحته، چون هم خیالش راحته که امروز این چند تا پلان رو میگیره و از قبل مدت ها روی این تصاویر فکر شده و گروه خب خیلی راحت کارش انجام میده. ولی آقای قبادی در آن واحد تصویرهای مختلفی رو میبینه از یک موضوع، از یک سوژه، از یک حرکت و اینو میخواد بگیره و خب این جواب دادن به اون از نظر تکنیکی حداقل خود زمان میخواد، اما این زمان هم با آدم نمیده، چون او انقدر سریع تصمیم میگیره و همون لحظه هم باید این کار انجام داد، چون اگه این کار نکنی ممکنه مثلا بگیم من نیم ساعت فرصت میخوام، بعد از نیم ساعت او کاملا تصویر رو عوض کنه. در این به همین دلیل خیلی کار کردن با او مشکله، اما خب لذت هم داره برای اینکه آدم هی تجربه ای رو میکنه که تا حالا نداره. یعنی شاید کار با آقای قبادی به خصوص در این فیلم برای من از لحظه اول تا آخر فقط تجربه بود، یعنی من تقریبا از تجربیات گذشتم نمیتونستم استفاده کنم. چرا؟ چون همش تجربه جدید بود و من بالاخره پشتوانه‌ای باید می‌داشتم که بتونم این رو جواب بدم.
از این نظر کار باش خیلی مشکل. اما بعد کار تموم میشه، حاصل کار رو آدم میبینه، کار خیلی زیباست. جنایت داری به سراغ سمت میکنم. ببین انقدر وی جاییم که صدا بردار باید تو خیابون بایسته بوده دنبال ماشین. دستیار محترم باید بریم تای ماشین جاییم کنم. نه این سکه نباید به میکروفون بخوره. دیگه این سکه دیگه من در یکم محکمتر فهمم. تو میکروفونت کجاست؟ ما با جون و دل کار میکردیم و فیلمبردار تورج اصلانی، من اصلا دلم براش میسوزه که تمام روز این دوربین رو حتی یک فریم ما روی سپایه نداریم، یک فریم دوربین روی جای ایستانی است، تمام رو دوش این آدم و با این پلان‌های طولانی و حرکت‌ها و حرکت‌های غیر قابل تمرین شده از قبل. خب بالاخره فیلمبرداری شما بهتر می‌دونید که یه فوکوسینگی داره، یه حرکتی داره، یه تمرینی داره. فیلمبردار باید بدونه بعد از چند ثانیه به چپ می‌پیچه، به راست می‌پیچه، بالا پایین، و خودش رو آماده کنه، دوربین رو به خاطر وضوحی که تصویر می‌تونه داشته باشه آماده کنه نسبت به سوژه. اما همه اینا فیلمداهه تحت تأثیر محیط قرار می گرفت و باید تغییر جا می دادیم، تغییر مکان می دادیم، بدون اینکه کات بشه، بدون اینکه اصلا تصاویر خراب شد، تصاویر دفرم شد، تصاویر یا از در رنگ و نود بسوزد، حالا صدا جای خودش. و اینکه فیلمبردار این رو جواب می داد و اعتراض نمی کرد، اینا همه ناشی از این بود که ما مثل که درک کرده بودیم از همون لحظات اول با یه کار ویژه‌ای رو هستی. کله من میری کله برو من خوبه از نورش استفاده میکردی. آره مرا بود این کنار خیابون اینجا نشوندی چرا چیزی نمیگی؟ میانگین ما در روز چیزی حدود 10-12 ساعت ما کار میکردیم، دوربین روی دست با یک لنز و مسائل خاص خودشو داره، ولی هیچ کدوم از این خستگی ها رو من بیاد نمیارم به خاطر اینه که انرژی که در بهمن و قباد یادم میبینه به خودش میقبولونه که باید پا به پای بهمن و قبادی انرژی بذاره. خوشبختانه اولین نفر توی گروه آماده بود و آخرین نفر لوکیشن رو ترک میکرد. اعتراف کنم که هیچ کدوم از پلان‌های این فیلم بدون عشق گرفته نشده، هیچ جبری درش نبوده. انرژی بهمن و قبادی باعث میشه که هر کدوم از پرسنل این پتانسیل رو در خودشون تقویت کنن که پا به پای اون برن. ما خیلی لوکیشنایی داشتیم که واقعا تو بخش مستند، مخصوصا بخش کلیپ‌ها، ما خیلی جاها کانتاکت داشتیم با شهروندای تهرانی و آدم‌هایی که جلو لنز ما بودن. جذب خودش میکنه و این انرژی باعث شده که تو بپذیری فضاهایی که در فیلم هست و باور کنی آدمها و کنش ها و واکنش های اونها رو در فیلم. اینو از هیچ کدوم از فیلم های بهمن و قبادی نمیتونی در واقع چشم پوشی کنی. باور در این فیلم ها جاریه و در این فیلم آخر نیز واقعا میتونم بگم که باور کاملا هستش. حرکت Thank you.
بیا تو بچه سلام کنید. بچه اینجا سلام. بیا تو سلام. اینجا احترام بذار. اون وسط نشین خانم، پایه شکسته بابا. نه 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 این ور این ور این ور این ور اون پایه شکسته. پایه آرونه شد. اون نه دخترم اونجا نه این ور اون دخترم عزیزم این ور دخترم بیا این ور. آها گود گود خوبه گود خوب سلام کردیم آقا حسین که با شما ما آقا دیوی بگو چه سلامی چه علی که سلام چه سلامی سلام دیگه چرا این دو ماه زنگ نزدی به من چرا دو ماه زنگ نزدی آقا عصبانی میشیم دیدی بعد تو که تلفن نداشتی بگو این تلفن تلفن بله این تلفن بفرما نزدی زنگ نمیزنی بابا دو روز زنگ نمیزنی آوردی تو هم دیگه چه میدونستم الان رفته من یورو پاسی کجاشو عوض کرده بعد فیلم به اون خوبی دادم چه شیه فیلم قشنگی؟ چه فیلمو بودم؟ بابا فیلم به اون خوبی رو دادم؟ نه خوب نبود خوب بود دیگه نه بابا خوب نبود خوب نبود پلیسی بود عشقی بود دیگه عشقی عشقی نمیخوام چیکار؟ پلیس که عاشق نمیشه مرد حسابو پلیس عاشق میشه نمیشه؟ نه چرا نمیشه؟ من ندیدم نکنیم مگه میشه آدم بکشی عاشقم بشی آخه؟ والله بگو تو فقط مگه میشه آدم بکشی عاشقم بشی؟ نه بگو شما بگو بگو مگه میشه؟ مگه میشه آدم بکشی عاشقم باشی؟ نمیشه؟ نه تو نه نوکر تو دوی نوکر نباش فیلم خوب فیلم خوب بیا جنگی بدم پلیسی درده یک بخوام چش؟ یعنی چی؟ یعنی پلیسی چجوری؟ پو پو ست تا بمیرم میخوام آدم بکشی تک دک 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 چند تا بکشه خوبه تو راضی میشه؟ صد تا، نوت تا یعنی خواه بهت فیلم بدم چی بهت بدم فیلم؟ بیا بیا بگو عشقی ندی زابرا میشم عشقی ندی ها زابرا میشم ها چی میشی؟ شبا زابرا میشم ایت بدبختم میشم ایت بدبختم میشم ایت تو از من بدتر بدبخت میشی خدایا پروردگارا این آقا را این جمع نگیر هیچ وقت منو نگیره از این جمع بله میدونه تشخیص داد بله تشخیص دادی من بیشتر اذیت میشم ها من اینا رو آوردم 10 روزه کارشون رو اینا رو آوردم 10 روزه کارشون رو چند روز 10 روز 10 روز نمیشه چند یه ماه اولا یه ماه اولا چه روز چی میگی یه ماه بیانجا بینیم بابا اینجا خب ببینیم چیکار میکنه ببینیم چیکار کنم بچه بیه ببینیم که بچه بیه بچه هم یه نادر بیه اینجا نادر بیه نادر بیه اینجا نادر بیه اینجا بیا بیا نه نه بیه نمیدونیش بیا 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 نه نه بیه این نادره میشناسه از کجا بدونم از کجا او از کجا بدونم از کجا من بدونم من دارم جا تو همه تارا دروب شمیدی بری گود بری گود گه، اسمت چی آقا پسر؟ آقا پسر اسمت چی؟ عشقا آقا نرخا را میدونی شما؟ آقا نرخا را میدونی شما؟ نه نمیدونم قیمت را بخون بخون آقایی بی خانم آقایون گوش خانم آقایون گوش بدی نرخ پاسپورت نرخ پاسپورت یک بگو نرخ پاسپورت ها نرخ پاسپورت ها یک پاسپورت معمولی ایرانی درجه یک 4 میلیون درجه یک همشه بود 4 میلیون پاسپورت عراقی اصل 1 میلیون تومان پاسپورت افغانی 500,000 تومان پاسپورت اروپایی 11 میلیون تومان پاسپورت امریکایی ارز 26 میلیون تومان اشتباه نکن آقا گرین کارت امریکایی 15 میلیون تومان حالا نرخ ویزاها ویزای عراقی 100,000 تومان ویزای افغانی 5,000 تومان ویزای اروپایی اصل درجه یک 5 میلیون اشتباه نخونه نه درست ویزای امریکایی اصل 12 میلیون تومان و آخرشی پایان خدمت 5 میلیون تومان فهمیدی؟ بچه ها فهمیدی؟ بچه ها فهمیدی؟ بله بله فرمون ببخشی نرخا بر چه اساسیه؟ ببخشی نرخا بر چه اساسیه؟ چی؟ چی؟ سفر بدون چی گفتی؟ چی گفتی؟
ببخشید قیمت بر اساس چیه؟ بگو سواد داری؟ سواد داری که؟ بله بله. چرا میپرسی؟ چرا میپرسی؟ اینا رفیقا؟ چرا میپرسی؟ نه 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 آقا الان نه، الان نکن اینو. نفت. نه نفت 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 میری بالا نخ میاد پایین. نفت بالا قیمت میری بالا. نفره بالا نفت بره بالا قیمتم بره بالا. نگاه کن حاجی مشتی من نگاه کن من رئیسم من بدبخ رئیسم. نفت بره بالا خیلی آقایی آقایی بدبخ. خب بگو نفت بره بالا. چه ببرجم جلی دوره میخندی عشق میکنی نفت بره بالا. نفت بره بالا قیمت بره بالا. قیمت بره بالا دسته با اون دسته. نفت بره بالا اینطور بشین. نه نمی‌کنم. نفت بره بالا. نفت میاد پایین. شب من دره میکنم. زبره میشه. تا توب نمیخوام. نه نه نه. رسیش میکنم. رفت بره به خاطر نفت. به خاطر نفت. نفت میره بالا. نخ میره بالا. نفت میره بالا. نخ میره بالا. نخ میره بالا. فقط نفت. نفت میره بالا. نخ میره بالا. نفت میاد پایین. نخ میاد پایین. شانس دارین که جنگ نیست. جنگ باشی قیمت میری بالا. میره بالا. میری بالا. میری بالا. بالا 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 حال کردی دیشب؟ آره خیلی حال کردی دوست داشتی تو دوست داشتی؟ دیشب حالا بیم خب یه آس بسجون کنم. خب اومدن تو به اینجا الان شما بسام سه تا آس داره. یکی اینکه من 2000 نفری که گفتم راهش رو میخوام اینجا آس بسازم قبل از اینکه بریم بنده پولش رو اصلا یه بنده آدم میدم. سومی که یه موتوری بی سرپا که شما بتفهم خوب میچسیش میخوام الان هنرش به شما نشون بدم. فهمیدین یه ذره قیافش شبیه مالون براندو. بیا نگاه کن ببین چی به چی. تو یه وقتی من که موتوری دستم نگی دستم نگی شما. اما لندن من لندن اینه کف دستم میشناسم. هم آدم پر انرژی که هی میره هی امید میده هی میخواد کاری بکنه حالا میشه یا نمیشه اون رو دیگه مهم نیست. مهم اینه که تو در لحظه هوپ داشته باشی، امید داشته باشی که میتونی کاری بکنی. و من فکر میکنم حامدم تو دل اینه چون خودش هم کار موزیک کرده و اون یک دو تا آهنگی که بابور داکو خونده بود اون بیشتر منو کشون به اون سمت چون خود اون آدمه بود. حتی 50% 60% از کار تو خود لوکیشن داستان عوض می شد و یه جوری تخلیه خودم بود و با دوست خوبم حسین آبکنار قصه رو نوشتیم و با کمک رکسانا که کسی بود که موزیک کار می کرد و شناختاشون هم به ما ایده‌های خوبی داد و در لوکیشن و در زمانی که فیلم برمی کردیم ایده کامل می شد
و تبدیل شد به یه فیلم مستند داستانی در مورد موزیک زیرزمینی. پلان های شما خداحافظی اونم یه جایی دو تا پلان دست جمعی سه تا در جمعی دم ایسکا این دنبال سه تا بابک کرد یه جا خداحافظی آقا می دیرین غم سینه آبان دل دیوانه یارام جانم آنچه که گفتی شنگم ای امید زندگانی تا به که اینا مهربانی روش بکردم ای که دیگر قدر عشقم را نداری امید یارام جانم این کار آقای قبادی هم مثل دوتا کار قبلی که من انجام دادم با ایشون به شیوه دالبی دیجیتال کار شده. به لحاظ عدم امکانی که ما در ایران داریم برای میکس این نوع صدا و این نوع صدای فیلم، مجبور شدیم که میکسش رو در کشور دیگری تو اروپا انجام بدیم و به شهر برلین رفتیم برای میکسش و طی دو هفته که اونجا بودیم یک دوستی به نام آقای میشایل کالا فامیلیشو تو ذهنم نیست، زحمت میکسش رو ایشون کشیدن با همراه خودم و امیدوارم که نتیجه کار مورد قبول باشه. ابزارها و تکنولوژی های جدید رو خیلی خوب استقبال میکنه و تجربه میکنه با سرمایه شخصی که به هر حال میذاره، که شاید وظیفه یک فیلمساز نیست، وظیفه به هر حال یک بنیاد سینمایی توی مملکت که ابزارهای جدید رو وارد کنه. اما توی این فیلم، اولین فیلمی که با دوربین SI2K در ایران گرفته شد، به هر حال همین فیلم بود که به همت بهمن قبادی این اتفاق افتاد. به ما انتخابی کرده بودیم که بهمن اعتماد کرده بود به انتخاب ما و واقعا در شرایط سخت اقتصادی تن به این انتخاب داد و اولین فیلمی که با SI2K گرفته شد همین فیلم بود، که در ادامهش فیلم های دیگه به هر حال رواج پیدا کرد که با این تکنولوژی به هر حال آشتی یا دوستی به هر حال داشته باشن، ورود این تکنولوژی به سینمای ایران بتونه به هر حال گسترده تر بشه. منتظر مجوز بمونیم خیلی بده. ببینی چند تا حالت داری، یا باید خواننده تکخانه زن باشی یا باید بزن مقل بیرم اشکار کنم اشکار ببینم چی میخوای اینا نمیدونم. شیشه بکش باید، شیشه تو بکش باید، کامل بکش باید، بکش باید، بکش باید، کامل بکش پایین. شیشه رو بکش پایین دیگه، بکش پایین، بذار قشنگ بکشه پایین به تست. ها این چیه بخواده بودی؟ چیه سگمه؟ تو بلندش میکنی؟ ببینم ببینم زیشنگه شدنم ببینم میخواد ببینی تمیزه، تو آمادهش میکنی؟ تمیزه؟ بو تمیزه، شستمه، تمیزه، شستمه. ببینم بیارش ببینم، بیارش ببینم چه تمیز شستی، بیارش بالا، بیارش بالا ببینم. زیرش نکن، زیرش بکش، زیرش ببینم نه تمیزه. بلندش کن، بلندش کن اینجا ها، بعد اینجا میکشی بعد تو جیغ میزنی. آقا اون بهترین تفاوتی که این فیلم با فیلم های دیگه آقا قبادی داره بودن در شهره و
فیلم برداری در تهران در واقع و زبان فارسی. ولی به لحاظ ساخت در ادامه همون سبک و شیوهی که قوادی فیلم‌های دیگرش کار کرده، یعنی استفاده از نابازیگر، رفتن توی فضاهای واقعی و زندگی واقعی خود شخصیت‌های فیلم. به این لحاظ خب شباهت زیادی به فیلم‌های دیگرش داره و همون انرژی و هیجانی که به خود کارگردان غالب معمولا توی ساخت فیلماش، یعنی آقای قوادی، توی این فیلم هم به نظرم همون اتفاق افتاده و همون جوری این انرژی و هیجان همراه بوده با کارگردان. مسئول شما این آقاست، اسمش آقا مهدیه. اگه کسی اضافه حرف بزنه توی فیلم نمیزنه، این فیلمه، همه شما میخواید بازی کنید. مثل نمایه؟ آره، تو برای فردا، تو برای فردا پاده نمیه بلا، یه پادی و یه پادی بایسا، 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 بایسا این گیره رو بهش بدزن، بزنگ نم دسپرادو و همین کارو با احساس گوش میدید. ببین عمو چی میگه تو آهنگش، بلکه آهنگ تموم شد پرسیدم داستان عمو چی بود، هر کی جواب بده بهش یه جایزه میدم. قفص وسط یه زبدرم، خونه به دوش و خسته، توی چار راهی که از چار طرف بمبسته، وسط یه زبدرم، خونه به دوش و خسته، توی چار راهی که از چهار طرف بمبسته. من شروع کردم به نوشتن فیلمنامه و صحنه به صحنه، سکانس به سکانس با خود بهمن صحبت میکردم، با هم مشورت میکردیم. بهمن ایده‌های خیلی خوب و زیادی داشت و کمک میکرد برای پیش برد اون صحنه‌ها و کل ماجرای موزیک زیرزمینی. کار تقریبا به نیمه که رسیده بود فکر میکنم که بهمن مطمئن شد که این کار میتونه به سرانجام خوبی برسه، کار شروع کرد و در واقع کلید زد. منم شروع کردم به بقیه فیلم‌ها نوشتن، اما همزمان سر صحنه هم حضور داشتم، سر خیلی از صحنه ها بودم، چون میخواستم ببینم که کار اولی رو که
نوشتیم سر صحنه چطور میشه و در این حال پایان فیلمنامه هم خیلی برای ما مهم بود چون کار مستنده ما نباید به یکی از این دو سمت میقلدیدیم اگر فقط مستند میشد خب جنس فیلم تغییر که ژانر فیلم تغییر میکرد اگر هم فقط داستانی میشد این واقعگرایی که الان تو فیلم وجود داره نبود بعد یه حالت بینابینی پیدا میکرد که کار خیلی مشکلی بود با این حال کار به سرانجام رسید و فکر میکنم که هم من هم خود و من قبالی از فیلم راضی هستیم و امیدوارم که مورد توجه هم قرار بگیرم. آقا نده اسمش چیه؟ بلوچی. چی؟ بلوچی؟ یس، مونیکا بلوچی. He's the best actor over in the world for me. Come on, come on. Come on, baby. سلام عزیزم فیلم تموم شد نگاه کردی فیلم هندی نیست که اینا نایده باشن آقا اینا عاشق فیلم هندی هم اینا ای زرده واسه آمیتابا چار میمیره الان واسه شون شعله رو گذاشته بودن به این رقصه که میرسه رو شیشه جفتشون از این طوری این دیوی خیلی فضا برحال فضای مستندگونی قرار شد ما تعریف کنیم از نظر بصری و لوکیشن ها و آدم های فیلم به جز در واقع یک بازیگر همه به جز حامد بهداد همه آدم هایی که در فیلم حضور دارن در واقع مستند هستن آدم های واقعی هستن حتی حامد بهداد به عنوان یک بازیگر خوب سینما در این فیلم به این استناد میتونست کمک کنه به خاطر اینکه حامد خودش به هر حال کار موسیقی کرده بود یک بند موسیقی خراسانی داره که در این فیلم هم به هر حال بخشی از سکانس های این فیلم گنجونده شده خیلی سخت بودن کسی که 203 نشکار داشتیم و خیلی ازتون کار ساختمونی و فاید اونش عادت داریم که بیست و سی هاشه باید تو چی نیشه؟ دو هزار تاشون خدا نظام تو این شکل فیلم سازی اگه این کار بزنی انرژی نره جدا به خدا در نمیاره فکر کن اینو اگه با نظم میکردی و کارگردانی آروم اصلا در نمیاره یه لحظه اصلا میاد اینجا رو نگاه میکنه تو اینجا وای میسی بیر اینجا نگاه میکنه یه نگاه میندازه نیست بقیه این خوبه اصلا بیره آقا نادر سلام
اشکانم مرد حسابی توی سه روز کجا بودی؟ بگرد دورش قربونش برو. چرا اومدی آقا نادر اینجا؟ آقا نادر چی شده؟ تو الان نمیدونی داستان چیه؟ فکر کنی کشیده خرابه آقا چته؟ چرا اینجا اومدی آقا نادر اینجا؟ خیلی خطرناک آقا نادر. بابا نگار باید منتظر مرد حسابی. ما سه روز دنبالت میگردی همینجوری خودتو گم میکنی. این چرا اینجا میای آقا نادر؟ آقا اینجا جای تو آقا نادر. بلند شو بلند شو آقا نادر. اینجا جای تو میگی آقا نادر. بگریه کاشوی هست گریه میکنی تمام این سکانس گریه هست. این فیلم یکی از شاخصه های مهمی که درش هست اینه که اول اینکه با همه کارهای بهمن آقا بادی فرق میکنه، فضاهایی که قبلا بهمن آقا بادی تجربه کرده بیشتر در حوالی کردستان یا مسائل کردها میگذشته، برعکس این فیلم کاملا شهری در فضای تهران پایتخت ایران میگذره و طبیعتا خیلی منتظر نتیجه این فیلم بودن که بهمن آقا بادی چیکار میکنه بعد از فاصله گرفتن از فضاهای کردی یا لوکیشن های کردستان. تجربه خیلی موفقی بود، من میدونستم از روز اول، حس خوبی به هر حال راجبه این کار داشتیم، خود بهمن هم همینطور، میدونستیم که نتیجه خوبی خواهیم گرفت و نتیجه‌ای که با همه کارهایی که در سینمای ایران تو لوکیشن‌های شهری به خصوص تهران شده باز هم ما فاصله خواهیم گرفت، میدونستیم از روز اول. موضوعی که انتخاب کرده بود این فاصله رو میتونست برحال در خودش شکل بده، این پتانسیل بود که این فاصله رو ایجاد کنه که خوشبختانه مسئول نهایی این فاصله رو برحال با بقیه فیلم‌هایی که تو سینمای ایران و در شهر تهران کار شده برحال نشون داد. چیه؟ مواد مخدر مصرف کردی؟ چی شده پس؟ مشروب خوردی؟ مشروب خوری آقا نده؟ خب چرا میخوری آقا نده؟ آقا نده چرا میخوری؟ بهش اجازه بده گریه کن، گریه کن آقا نده. این حالش خراب نیست، بلنش بده. تو اطلاع نداری که دیوید رو گرفتن، اطلاع نداری که اون اتفاق افتاده. حالت بده خواه، حالت بده میخواه بری زیر آب بریم تا توالت یه زیر آب بزن به سر صورتی. بیا بیا خوب میشی آناده، پاشو 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 بعد یه دفعه جیغ زنن که مامور آمده. خب تو نیمتی بلشی بچه ها مامور اومد، مامور نادر تو رو خدا بلند شو نادر نادر بلند شو آقا نادر آقا نادر تو رو خدا بلند شو بلند شو آقا نادر آقا نادر بلند شو آقا نده بلند شو بگو اشکی برو خودتو به شکل طبیعی پرت کن، به شکل طبیعی میخوام پرت کنم. بس کن بس کن الان بس کن آقا نرو آقا نرو برو خودت به دست خدا اینجا حامد حامد میزنی تو سرت و گریه کسافتا به اینجا دیگه مقصره هر چی دیالوگ اومد اون درسته من دیالوگ به تو نمیگم اینا گوش میدی؟ چون اگه بدم ده حل نمیاد ولت میکنم دوباره میگی آروم باش اون خودش فریب هیچ رو نباش هیچی نیست هیچی نیست این آقای دستیار کارگردان من و زمسم و اینا رو پرت کرد با این بابا دوربین اون بر بود کوی این آقای مهدی آقا مهدی سیزم رو زدم تو چیزی شروع کرد اکی میگیدم آره یه ملیون من کار روی کار ویژه میتونم و میتونم بگم که یه کاریست که ادای دین کرد این فیلمساز به ایران اصلا کاری ندارم به یه جوان، به یه گروه، به یه جوان ها یا هرچی نه یعنی شما وقتی این فیلم رو میبینید ایران رو میبینید یعنی همه چی ایران، اندر ایران، روی ایران، وسط ایران، این برای هرچی ایران رو میبینید با مردمش، با آدم های قابل لمسش، با زیبایی هاش حتی
اگر مثلا تصاویری هم که تو اینجا هست خوشایند شاید ایده‌ای نباشه، همین تصاویریست که هست، تصاویریست که هر روز جلوی چشم همه ما هست و ما نسبت به اون تصاویر عادی شدیم، نگاهمون عادیست یا نگاهمون برمیگردیم، اما حالا وقتی تو فیلم میبینیم یک نگاه عمیق‌تری بهش میدازیم و فکر میکنیم همه ما نسبت به تک تک این فریم های این فیلم یک ادای دین و وظیفه داریم. حرکت بیای. بیا بگو جا باکر گروه دو برگیر مجلس تصال بچه برگیر کت یه دیجا خوبه چراغ خاموش باتی نه چراغ خاموش بچه اینجا ای واو نگو انجام اینجوری سرت ندست این همینجوری پایین شرطی بیا پایین خیلی شد آه بیا بلا آه اینه یه زبیه برتم یه نمه بشنزم یه نمه آقا رو بسیم آقا موتور خاموش کنی نمیخواد رفت 296 سه دیدش خالی صحنه شوخی نیست نه خنده داره میذارش این وحشت و اینا باید در شما باشه همسایتونه همین نگاه کنید این باشه یه آدمی رو میگیرن که همه نمیخندن بده طبیعی باید باشه اشته ایوید دستبند خوردی؟ آره چرا؟ دستبند دادن میبرن ایدام دیگه چرا؟ نخلص تو بالا شانس آوردم امریکا نه همه چند کنه بگید سر کار خود بعد میده که چیزو بردن در امیره اینو میگی بعد دوباره پسر میگی آقا بفهم بگید سر کار خود بفهم بگید دیگه بگید حرکت بیه به پولیس نگاه کنید به دیوید بدبخت وایس آقا نگاه کنید دیوید اینجا که رسیدی به دوربین ما نگاه کنید به دوربین اون آقا خوب فیلم برداری این آقا این که پشت دور من با... تو باید این کارو بکنی که من میکنم آقای پلیس منو میبره این پسره رو نگاه کن اینجاست بی اینجا اینه دست بگی اینجا نگاش کن لحظه لحظه نگاش کن تو بکشش میده تو بکشش نادر رو ببینم نمیبینم ات نادر نگاش کن نگاش کن چرا گرفتنت؟ دختر بازی میکرد این فیلم ما سینما میری یا سریالی آبروم رفته ایران بابا چرا؟ من هیچ چرا نمیشنستم این چی؟ چیه؟ دستبند زدم آخه منو گیر کردیم چرا؟ گیر کردیم دیگه پایان فیلم ما تا مدتی به کسی نگفته بودم فقط تاقید من و بهمن قبادی از پایان فیلم خبر داشتیم ولی بچه بازیگر نمیدونستن که انتهای این فیلم دقیقا چی میشه تا چند روز مون دور که دیگه ما بریم به سمت سکانس های پایانی من پایان فیلم که پایان تقریبا متفاوت و شاید تکون دهنده ای باشه رو به بچه ها گفتم که یک تصور خیلی خاصی تو بچه ها ایجاد شده بود یک شور و هیجان خاصی ایجاد شد که من باستابش رو تو بازی بچه ها تو کار فرمودی دیدم خودم مثلا پایان فیلم روند فیلم و مخصوصا پایان فیلم خیلی راضی هست shows
the TV. I want a bed to rest my head to sleep till the sun. می‌خوام یه سه تا آدم باشه فقط. من می‌خوام سازو. این به عزت به تنهایی نمی‌خوام. اینا همون چیز. اینا چیزا هست. اینا مولانا. خوبه. همونجا وایسا. تو همونجا. بیشتر. بیشتر. مثل برای بچه های موزیک زیرزمینی اینا چجوری کار میکنن، منم همین شکلی باید فیلم بسازم. و اون موقع زیاد دیگه شروع کردم به ورزش کردن و تصمیم گرفتم اول آلبوم موزیک هم کار کنم. و الان هم که دارم با شما حرف میزنم 4-5 تا تراکاش آماده است و توی یکی از این استودیوها بیشتر درگیر شدم با این موضوع و این موضوع تو ذهنم بود. و وقتی تست دادیم گفتم من با این موضوع و لوکیشن های متفاوتی که میخوایم بریم تهران رو سرچ کنیم این فیلم رو بسازیم. Come and get it done.